دوستان عزیز، بینندگان محترم، خدا رو شکر میکنم برای اینکه فرصت جدیدی پیش اومده که در 35مین جلسه و درس خدمات شبانی در خدمت شما باشم. ما دو درس دیگه داریم امروز و هفته آینده که این دروس رو به پایان برسونیم. هرچند دنیای شبانی دنیای بسیار وسیع است، ولی دیگه بیشتر از این من مزاحم شما نخواهم شد. بقیه را در کتاب ها مطالعه بفرمایید. خوشبختانه آنچه را که درس دادم کتابش هم نوشتم، به صورت جامع‌تر و کاملتر میتونید پیدا کنید و همینطور نوارهاش موجود، سیدی هاش، و میتونید به طور وسیع‌تر اونجا بشنوید. در رابطه با درس‌های شبانی ما از نمونه ها هم استفاده کردیم در این چند جلسه آخر، که یکی از بهترین نمونه ها پولس رسول بوده که در اعمال رسولان باب 20 خیلی زیبا خدمت شبانی خود را توجیه کرده. و ما تا اینجا 6 درس مهم از سیستم شبانی پولس آموختیم و امروز از 7 ادامه میدیم. 7 روش شبانی پولس رسول این بود که پولس در خدمت شبانی خودش مطیع و تابع هدایت خدا بود. اعمال رسولان باب 20 آیه 22 و 23 در این رابطه اینطور میگوید: حال با الزام روح به اورشلیم میروم و نمیدانم در آنجا چه برایم پیش خواهد آمد، جز آنکه در هر شهر روح القدس هشدار میدهد که زندان و سختی در انتظار من است. برای پولس رفتن به اورشلیم بسیار خطرناک بود. از همان ابتدا یهودیان بی ایمان سعی داشتن پولس را بکشن و برای او قبلا نبوت شده بود در اعمال رسولان چندین بار که پولس به اورشلیم بره در آنجا کشته خواهد شد، شهید خواهد شد. نه فقط در نبوت‌های دیگران پولس این را فهمیده بود، بلکه خودش هم اینجا میگه روح القدس مرا ملزم میکنه که به اونجا برو و به من میگه که زندانی ها و سختی ها در انتظار توست. در ترجمه قدیمی میگه روح القدس مرا بسته داره به اورشلیم میبره. پولس رسول تشخیص میداد صدای روح القدس را و با وجود اینکه میدونست که اطاعت از هدایت روح خدا برای او گران تمام میشه، ولی تحت تابعیت کنترل روح القدس بود. با وجود جفایی که میدونست برای او پیش میومد، ولی تابع نفس خودش نبود، بلکه تحت اطاعت روح القدس زندگی میکرد. پولس چون تحت کنترل و هدایت روح القدس زندگی میکرد، به همین دلیل از جفا و مرگ نمیترسید و با اشتیاق راغب بود که جان خودشو به خاطر مسیح فدا کنه. و شخصی که از مرگ نمیترسه شکست ناپذیره. شخصی که از مرگ نمیترسه هیچ مشکلی نمیتونه او را از پا بندازه. پولس میدونست که یک جون داره و اونو بهتره برای مسیح بده. اگه قرار باشه یک نفر با تصادف، با آنفاکتوس، با سرطان، با سکته، با یک طریق دیگه از این دنیا برمیره، همون بهتره که در راه مسیح شهید بشه، که این افتخار بالاتریه. پولس اطاعت از خدا را بر اطاعت از برادران و خواهران عزیزش و احساسات محبت آمیز آنها مقدم میدونست. چون ما میخونیم که کلیسا خیلی از پولس خواهش کرد که به اورشلیم نره و گریه کرد، ولی پولس به آنها گفت: چرا شما دل مرا میشکنید و گریان شده سبب اذیت من میشید؟ من حاضرم در راه عیسی مسیح به زندان بیفتم و به خاطر اون نیز بمیرم. رمز موفقیت پولس رسول در خدمت این بود که با روح القدس بسیار صمیمی بود و صدای او را تشخیص میداد و در نتیجه کاملا تابع و مطیع روح خدا بود. اگه شما از بنده بپرسید برادر ادوارد، شما با وجود 47 سال خدمت زندگی ایمانی و 43 سال خدمت زندگی خدمتی، چه چیزی را به عنوان بهترین تجربه میتونید به ما منتقل کنید؟ من در چند عبارت میتونم در مورد یک تجربه مشترک که بالاترین همه از خدمتتون بگم. بنده به تجربه فهمیدم که هر وقت از خداوند اطاعت کردم، هر وقت به روح القدس گوش دادم، موفق بودم، خوشحال شدم، ثمردهی داشتم،
نتیجه خوبی ازش گرفتم، برکت بوده برای من و برای اطرافیان من و در نتیجه در پیروزی و ظفر به سر بردم. و برعکسش هر وقت از روح القدس اطاعت نکردم، خجالت کشیدم، پشیمان شدم، ثمر خوبی نگرفتم، نتیجه خوبی به دست نیامده، نتیجه شکست و رسوایی و ننگ بوده و من برای هم قسمتهایی که اطاعت کردم خیلی شادمانم و هم متاسفم برای جاهایی که اطاعت نکردم. بنابراین آنچه که من آموختم و الان دارم به شما شبانان عزیز میگم اینه که شما خادمین روح القدس هستید، فراموش نکنید، از روح القدس اطاعت کنید و کلام خدا بارها در مکاشفه باب 2 و 3 به فرشتگان کلیسا یعنی شبانان کلیسا و خود اعضای کلیسا میگه هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. کلام خدا میگوید هر که با خداوند جمع نکند پراکنده میسازد، هر نهالی که پدر آسمانی نکاشته باشد کنده خواهد شد. انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد، نه به قدرت نه به قوت بلکه به روح خدا. پس مثل پولس رسول خادم روح القدس باشید، مطیع روح خدا باشید. هشتمین روش پولس رسول در کار شبانی بود که پولس برای به کمال رساندن دوره خدمت خود حاضر به پرداخت هر بهایی حتی تقدیم جانش نیز بود، چنان که خواندیم در اینجا و البته این آیه را نخواندیم ولی آیه 24 را الان برای شما میخوانم، ولی در صحبتم بهش اشاره ای کردم که او میفرماید اما جان خود را برای خود بیارزش میانگارم، تنها اگر بتوانم دوره خود را به پایان میرسانم و خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم به کمال انجام دهم. پولس تعارف نمی کرد و شعار نیز نمی داد. او عملا در مأموریت خود به ثبوت رسانید که با چه فداکاری و از خود گذشتگی به گله خداوند خدمت می نماید. او بارها با خطر مرگ روبرو شد، ولی هیچ یک از این خطرات مانعی نشد که او از هدفی که در خدمت داشت منصرف شود. او مانند شبان نیکوی خودش عیسی مسیح نفس خود را عملا انکار کرده، صلیب خود را برداشته، حاضر بود جان خود را قربانی کند. یک ضرب المثل معروف انگلیسی هست که میگوید هر کس دم مرگ لیاقت خود را نشان میدهد و پولس واقعا لیاقت خود را در جفاها و زحمات نشان داد. برای نمونه در اول قرنتیان باب 15 آیه 21 میگوید به فخری که در خداوندمان مسیح عیسی در مورد شما دارم قسم که من هر روز به کام مرگ میروم. و همینطور در 2 قرنتیان 11:22 تا 29 میگوید بارها با خطر مرگ روبرو شدم، 5 بار از یهودیان 39 ضربه شلاق خوردم، 3 بار چوبم زدن، 1 بار سنگسار شدم، 3 بار کشتی سفرم غرق شد، 1 شبانه روز را در دریا سپری کردم، همواره در سفر بودم و خطر از هر سو تهدیدم کرده. و در آیات بعدی انواع خطرات را که برای او حادث شده نام میبرد. ولی هیچ یک از این خطرات که در زندگی پولس رسول پیش اومد مانع او نشد که او از هدفی که در خدمت داشت منصرف شود. ما در کتاب اعمال رسولان باب 14 آیات 19 تا 21 میخونیم که پولس را در شهر لستره سنگسار کردند و سنگسار کنندگان تا مطمئن نمیشدند که یک نفر مرده دستبردار نبودند، بعد حتما او را میکشتند تا از سنگسار شدن متوقف بشن. و به احتمال قوی پولس مرد، ولی بعد خدا او را زندش کرد. اونجایی که در 2 قرنتیان باب 12 میگه من به آسمان سوم رو بوده شدم، مکاشفاتی اونجا دیدم، به احتمال قوی در حینی که او از این دنیا رفته این مکاشفات و خدا در رابطه با حقایق آسمان به او نشون داده. ولی از نظر این که اراده خدا نبود که او بمیره، بعد از اینکه بلند شد با وجود اینکه تمام بدنش زخمی و سرکوفته شده بود، این همه سنگ بهش زده بودن، ولی او بلند شد و دوباره رفت در همون شهر و اعضای کلیسا را تقویت کرد، روحیه داد و به اونها گفت با مصیبت‌های بسیار میشه وارد ملکوت خدا شد. بنابراین بالاتر از سیاهی رنگی نیست. کسی که از مرگ نمیترسد هیچ چیز دیگه نخواهد ترسید.
و او قطعا بر هر چیز دیگر پیروز خواهد شد. من خاطرم میاد وقتی برادر من را، شهید گرانقدر اسقفهای کفسپیان را، در سال 19 ژانویه 1994 به شهادت رساندن، 26 ضربه چاقو را ما در بدنش دیدیم، قلب او را حتی در آورده بودن و چقدر واقعا مصیبت بزرگی بود برای ما از لحاظ احساسی و عاطفی، چون ایشون هم مثل یک شیر شجاع برای خداوند ایستاده بود و برای حمایت از جفا دیدگان فریاد خود را بلند کرد، ولی پاسخ او این چنین بود. به هر حال وقتی که این شخص عزیز را که کلیسای ایران بسیار مدیون اوست به شهادت رساندن، ما خیلی متاثر بودیم خانوادگی با این مرد عزیز که سالها خاطرات محبت آمیز داشتیم، چقدر اشک ریختیم. بنده 2 هفته نتونستم هیچ جایی برم، بیشتر در خونه برادر هایک بودم و در غم همه بچه ها و همسرشون و فامیلان دیگه، دوستان دیگه شریک بودیم. اونها منو تسلی میدادن، من اونها را، و من نمیدونستم آخر عاقبت کلیسا و آینده کلیسا چی خواهد شد، و مخصوصا از اینکه من باید مسئولیت ایشون را ادامه میدادم، خدمت او را دنبال میکردم، خود را بسیار نالایق و ناتوان میدیدم و احتیاج داشتم که خدا واقعا با من صحبت کنه و رویه جدید و قوت جدیدی به من عطا کنه. در یک چنین شرایطی هر روز اعضای کلیسا و دوستان مختلف می اومدن برای دیدن ما، برای تسلیت، و در اون موقع بعضی از این اعضای کلیسا به من نامه هایی دادن که وصیت های خودشون اون تو بود و چند نفر حتی این وصیت هاشون رو با خون امضا کرده بودن و اونجا نوشته بودن: برادر ادوارد، نترسید، ناامید نباشید، ما تا پای مرگ برای مسیح ایستاده ایم و حاضریم همه قطرات خونمان را برای مسیح فدا کنیم. این وصیت ها و این نامه ها و این عکس العمل بسیار قوی و حتی استقبال لااقل 2000 نفری که در قبرستان شد از مراسم تشییع جنازه ایشون و حمایت تمام مسیحیان دنیا و ارسال هزاران کارت و ایمیل و تسلیت از جامعه جهانی کلیسای خداوند در دنیا باعث تقویت و رویه بنده شد و من فهمیدم با افرادی سر و کار دارم در خود ایران که صلیب مسیح را برداشتند، نفس خود را انکار کردند، صلیب خودشون را هم برداشتند و حاضرن برای مسیح جان فشانی کنند. این باعث شد که بنده قوت جدید بگیرم برای ادامه خدمت. 8 نکته‌ای که پولس رسول در همین جا که خدمتتون عرض کردم میفرماید، بله در رابطه با نکته 8 که عرض کردم ولی در ادامه اون دارم خدمتتون میگم، اون میگه من دوره خود را به کمال رساندم. همین نکته 8 که میگه نه تنها حاضرم جان خود را بدم بلکه دوره خود را تا به آخر به کمال برسانم. ما در کلام خدا با پادشاهان و خادمین خوبی روبرو میشیم که خیلی خوب شروع کردن ولی خوب به کمال نرساندن، سرانجام خوب و درخشانی نداشتن. هرچند خداوند به مجموع زندگی انسان نگاه میکنه، نه به فقط آخر عمرش، به پرونده زندگی و از اول تا آخر نگاه میکنه و مانند ما انسانها قضاوت نمیکنه که فقط روی نقطه دست بذاره. خداوند همه را میبینه، ولی متاسفانه بعضی از این افراد در اواخر عمرشون خیلی درخشان تمام نکردن، مانند شمشون، سلیمان، شاول، حزقیا، که با شکوه و جلال زندگیشون به پایان نرسید. در عصر جدید ما با مردان و زنانی روبرو میشیم که در اواخر عمرشون چندان زیبا و با شکوه به پایان نرساندن خدمتشون رو، ولی پولس رسول در اینجا میگه خدمتی را که از خداوند یافتم تا به کمال نرسانم دستبردار نیستم. و قبل از اینکه شهید بشه، او در آخرین رساله خودش 2 تیموتائوس 4:6-8 میفرماید من الان دوره خود را به کمال رساندم. ابتدا میگه به جنگ نیکو جنگ کردم،
بعد میگه دوره خود را به کمال رساندم و ایمان خودم را حفظ کردم و بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد و نه به من فقط بلکه به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. دقت می‌فرمایید به جنگ نیکو جنگ کردم، دوره خود را به کمال رسانده، ایمان را محفوظ داشتم. نهمین روش خدمت شبانی پولس رسول این بود که پولس رسالت و وظیفه شبانی خود را با وجدان صالح به خوبی انجام داد و در هیچ امری کوتاهی نکرد. دقت کنید آیه 26 و 27 باب 20 اعمال رسولان: پس امروز با شما اتمام حجت می کنم که من از خون همه بری هستم، زیرا در اعلام اراده کامل خدا به شما کوتاهی نکردم. شهامت زیادی میخواد که یک خادم خدا بتونه با اطمینان درباره انجام کامل وظایفش اینگونه سخن بگه. پولس خود را تربیت داده بود که با وجدان صالح خدمت کنه. در اعمال 24:16 نیز میگه: از این رو سخت میکوشم تا نسبت به خدا و مردم با وجدانی پاک زندگی بکنم. حتی در حضور شورای رهبری قوم یهود گفت: تا به امروز با وجدانی پاک در حضور خدا زندگی کردم. اعمال 23:1. حتی میتوانست رسم قوم یهود را که یک رسمی بود که وقتی یک نفر مخالفت میکرد یا پیغام را قبول نمیکرد، اونها لباسهای خودشون رو تکون میدادن، میگفتن ما از مسئولیت شما مبرا هستیم، خون شما بر گردن شما بیاد. پولس در دو مورد این کار را انجام داد در اعمال رسولان که تونست بگه خونتون بر گردنتون باد، من از خون شما مبرا هستم، چون او واقعا وجدانی کار میکرد. می توانست به شبانان کلیسای تحت نظر خودش مانند تیموتائوس نیز همین را بگه. پولس رسول به تیموتائوس گفت: ایمان و ضمیر صالح را نگه دار. اول تیموتائوس باب 1 آیه 5 و 19. شبانان کلیسا برای حفظ وجدان صالح هم باید تمامی اراده خدا را چنان که شنیدید به مردم بگن، تمام جنبای اراده خدا را اعلام کنن و زندگی کنن، و هم برای اینکه ما بتونیم واقعا وجدانی کار کنیم و سهل‌انگاری، بی‌توجهی نکنیم، تنبلی و غفلت نکنیم، به اصطلاح خودمون از زیر کار در نریم، وظیفه شناس باشیم و مسئولیت خود رو به خوبی به انجام برسانیم، باید اینو به خاطر بسپاریم همیشه. این شخصا منو خیلی کمک میکنه که من یک روز باید جلوی تخت خدا، جلوی مسند الهی بیستم، برای تک تک اعمال خودم نسبت به او جوابگو باشم، برای تمام عطایا و توانایی ها و وقت و انرژی و پولی که خدا به من سپرده جوابگو باشم. باید قنطارهایی که به من سپرده با او تسویه حساب بکنم. همینطور برای تک تک اعضای کلیسا و مردمی که با آنها در ارتباط بودم باید به خدا جواب بدم که با اینها من چگونه عمل کردم، چگونه شبانی کردم، و آنچه را که به عنوان خادم خدا و وظایف و روابط من نسبت به اونها بوده آیا به خوبی به انجام رساندم یا نه. حتی در کارهای غیر روحانی نیز یک خادم خدا باید وجدانش راحت باشه و به خوبی وظایف و کارهایی را که در رابطه با جامعه، در رابطه با دولت، در رابطه با قوانین کشور وجود داره انجام داده باشه. کلام خدا می فرماید که اگه کسی نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد، او را گناه است. دهمین وظیفه پولس رسول نسبت به کلیسا این بود که پولس به شبانان مأموریت می‌دهد که ابتدا بر خود و سپس بر گله مسیح که روح القدس آنها را برای این خدمت منصوب کرده نظارت و سرپرستی کنند. دقت کنید آیه 28، پولس رسول چقدر زیبا این را میگه: مراقب خود و تمامی گله‌ای را که روح القدس شما را بر نظارت آن برگماشته است باشید، و کلیسای خدا را که آن را به خون پسر خود خریده است شبانی کنید. دقت می‌فرمایید ابتدا پولس به شبانان یادآوری می‌کنه که مراقب خودشون باشن، بعد مراقب گله. این را در تیموتائوس هم می‌خونیم، اول تیموتائوس 4:16
میگه خیشتن را و تعلیم را احتیاط کن. مقصود اینه که شبانان آنقدر با گله به صورت افراطی مشغول نشند که خودشان از لحاظ روحانی یا جسمانی یا خانوادگی صدمه ببینند. و اینجا بنده مایل هستم کلمه‌ای که اینجا پولس به عنوان نظارت به کار برده که میگه روح القدس شما را بران نظارت را سپرده، این کلمه را برای شما بیشتر باز کنم. در زبان ترجمه قدیمی میگه شما را بران اسقف مقرر کرده، که مهمترین جنبه کار شبانیه. معنی لغت نظارت چیه واقعا؟ این از این جهت مهمترین مفهوم شبانی را میرسونه، چون چهار تعریف در مورد این کلمه نظارت وجود داره که اگه ما اینو خوب بفهمیم و به عمل برسانیم شبانی خوبی کردیم. اولین مفهوم نظارت مدیریت هست. وقتی پولس میگه مدیریت کنید یا سرپرستی کنید، به عبارت دیگر سرپرستی کنید بر کار شبانی، منظور از مدیریت ریاست خداوندگونه نیست. چون در اول پتروس باب 5 آیه 3 میگه که مواظب باشید بر گله خودتون خداوندی نکنید، بلکه منظور مدیریت خدمتگزارانه بر گله است. گله متعلق به ما نیست، گله رئیس داره و رئیس گله شبان اعظم ما عیسی مسیح خداونده. شبانان رئیس گله نیستن، خادمین گلن. شبانان ناظران یا امانتدارانی هستن که گوسفندان به آنها سپرده شده، در حق اونها سرپرستی میکنن. اونا باید نسبت به فرد فرد این گله و نسبت به صاحب اصلی این گله جوابگو باشن. وقتی شبانان این را درک کردن، مدیریت از نوع خدمتگونه را انجام میدن، نه از نوع ریاستگونه را. پس این خیلی مهمه که ما بفهمیم که خوانده شدیم که خدمت کنیم. مدیریت به معنای خدمت هست، ولی در مفهوم مدیریت صحیح یک کلمه دیگر هم نهفته شده و اون اینه که مدیر واقعی کسیه که در جامعه جهانی اصلا مدیر رو اینطور تعریف میکنن، که کارها رو به طرز صحیح تقسیم کنه و او فقط بر کارها سرپرستی بکنه. یعنی هر کس رو در جای خودش و برای خدمتی که به او سپرده شده اونجا رو قرار بده. برای اینکه اینو خوب بفهمید، مربی یک بازی فوتبال رو به خاطر بیارید که وظیفه او چیه؟ وظیفه او این نیست که بیاد داخل زمین خودش بازی کنه دنبال توپ بدوه. او پشت صحنه است، ولی بازیکن‌ها رو تربیت میکنه، با اونا تمرین میکنه، اونا رو آماده میکنه، با اونا ارتباط روحی و روانی و عاطفی برقرار میکنه، تاکتیک‌های خوب رو به آنها یاد میده، درس اخلاق ورزشی را به اونها یاد میده و هر بازیکنی را مناسب با جایی که میتونه بازی کنه قرار میده، تعویض‌های به جا میکنه، تغییرهای تاکتیکا میده و جاهایی هم که نیاز باشه که تغییرات جدی باشه یا یکی را نصب کنه یکی را برداره، این حق داره. ولی در حقیقت قسمت اجرایی را خود بازیکنان انجام میدن، او به اونها خط میده ولی اجازه میده که اونا از ابتکارات خودشون هم استفاده بکنن. مدیر واقعی همینطوریه، توانایی های اعضا رو تشخیص میده، به اونها مسئولیت های لازم رو میسپاره، همراه با مسئولیت اختیارات رو هم به اونها میده. چون بعضیا مسئولیت میدن ولی اختیار نمیدن، این نمیشه، این مدیریت نیست. مسئولیت همراه با اختیارات مشخص و محدود، بدون هماهنگی در کارشون دخالت نمیکنه، از اونا جوابگویی میخواد، گزارش کار میخواد. جایی هم که کارمند او یا کارگر او اشتباه کرده، خراب کرده، با محبت و حکمت اصلاح میکنه. و در صورت که اون شخص در هیچ شرایطی اصلاح نشد، خب او را برمیداره، شخص مناسب دیگه ای را جایگزین میسازه. ولی مدیر همه کاره نیست، مدیر تقسیم کار میکنه. پس یکی از مفاهیم نظارت یا اولین معنیش سرپرستی یا مدیریت. دومی مفهوم نظارت به معنای توجه و مراقبت. من خاطرم هست وقتی خدمت شبانی رو شروع کردم، با یک آیه شروع کردم که خیلی با قلب من صحبت کرد و این آیه رو به هر کس که با من در کار شبانی خدمت می کرد
به عنوان یادگاری و به عنوان آیه شعارگونه تقدیمش کردم. و اون آیه در امثال 27-23 پیدا میشه در مورد قسمت توجه شبانی. میفرماید به حالت گله خود نیکو توجه بنما و دل خود را به رمه خیش مشغول ساز. پس مفهوم توجه در کار شبانی یعنی اینکه حواس شبان بر گله خودش باشه، متمرکز اونها باشه. شبان برای قسمت‌های مختلف گله فکر بکنه. شبان باید در روح بتونه درک کنه که عضو او چه مشکلی داره و چه نیازی داره و قسمت‌هایی که میتونه کمک و خدمت بکنه از اونها دریغ نکنه. قسمت‌هایی رو که نمیتونه کمک کنه با اونها شریک بشه، با اونها همدرد بشه، لااقل درکشون بکنه، اینا رو تنها نذاره تو اون شرایط. برای عضو خود در حضور خدا مرتب شفاعت کنه و از هر نوع حرکتی که بوی بی‌اعتنایی میاد، بوی بی‌توجهی میاد، بی‌تفاوتی میاد و میخواد بر او حاکم بشه دوری کنه. این خیلی مهمه. من یادمه در یک کلیسای یه عضو کلیسا در جمع به شبانش گفت که من 6 ماه کلیسا نمیام، نه شما و نه هیچ کس دیگه از رهبران به من زنگ نزده، تلفن نکرده که شما زنده اید یا مرده، مریضید یا سالم، چجور توجهی که من میکنید؟ و با کمال تعجب دیدم که اون شبان کلیسا میگه که مگه شما مرتب جلسه نمیومدی؟ پس خود شبانم متوجه نبوده که این 6 ماه غایب بوده، فکر میکرده اون همیشه بوده. پس معلومه که حواسش پرت بوده. خب این اسمشو چی میذاریم ما؟ این ضد کلمه توجهه. از وقتی پولس میگه نظارت بکنید بر گله، یعنی توجه بکنید، یعنی حواستون جمع باشه به گله. و شبان واقعی یک چنین شبانیه که برای اینکه سوء تفاهمات و کدورت ها و تمام بدبینی ها برطرف بشه، او شخصا برای تک تک اعضای گله فکر میکنه، شخصا برای اونها تدارک میبینه و شخصا برای آنها شفاعت میکنه، شخصا اونها را ملاقات میکنه، با اونها ارتباط فردی برقرار میکنه، چون شبانی بدون ارتباط فردی اصلا معنی نداره. اعضا به توجه و مراقبت شبان نیاز دارن. بدون مراقبت و توجه و درک اعضا، شبانی اصلا مفهوم خودش رو گم میکنه. عیسی مسیح مثالی آورده در کلام خدا و میگه که شبانی که 100 تا گوسفند داشت اومد شب خونه، یعنی خواست گوسفندا را بشماره ببینه که در آغل همه هستن یا نه، قبل از اینکه بره خونه. در حقیقت دید یکی از این گوسفندا گم شد، 99 تا هست. اون ننشست بیخیال بگه خب بیخیالش، حالا 99 تا که هستن اون یه دونه هم گم شده که گم شده، به جهنم دیگه چیکار کنیم، گم شده دیگه. نه، رفت برو بیابون و گشت، همه جا را زیر و رو کرد که اون یه دونه گوسفند گم شده را پیدا کن. و وقتی که پیداش کرد اومد اینقدر خوشحال بود که به دوستاش گفت با من شادی کنید، این یه دونه گوسفند گم شده بود، پیدا شد، مرده بود، زنده شد. و میگه بیشتر از اون 99 تا گوسفندی که حاضر بودن خوشحال بود. پس دقت کنید، یه دونه گوسفند هم برای خداوند ارزش داره. چه مریض باشه، چه علیل، چه باسواد باشه، چه بیسواد، چه از ملت شما باشه، چه نباشه. من در پیشنهاد آخرم میخوام بگم برای اینکه کلمه توجه رو بهتر رعایت کنید، لیست اعضای کلیسا را همیشه جلوی چشمتون داشته باشید و زیر و رو کنید. ببینید به کدوم یکی ها شما خیلی سرویس میدید، به بعضی ها اصلا نمیدید یا خیلی کم میدید. و این جلوی چشم شما باشه که بدونید شما نسبت به همه اینها موظفید که رعایت شبانی بکنید. کار آسونی نیست ولی با فیض خدا قابل اجراست. من در جلسه آخر که هفته آینده خواهد بود، بقیه مفاهیم نظارت را و دیگر جنبه‌های شبانی را به کمال خواهم رساند. خدا یار و یاور شما باشه تا جلسه آینده.